سال به سال که میگذرد شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلام مراسم دینی در مناسبت های مختلف را با تر برگزار می کنند. بر همین اساس پیش بینی می شود مراسم عید سعید قدیر امسال بسیار با تر از سالهای گذشته برگزار شود. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. حیدر رحیم مسئول رسانه ای آستان مقدس علوی طی اظهاراتی گفت پرچم قدیر به نمایندگان استانهای مختلف عراق تحویل داده شده و عصر امروز 13 تیر ماه در 15 نقطه در استانهای مختلف عراق برافراشته می شود. از سوی دیگر اعیاد بزرگ قدیر در حرم متحر حضرت امام علی علیه السلام آغاز شد. در این مراسم پرچم قدیر در حرم متحر به احتزاز درآمد همچنین اطعام زائران حرم امیر المومنان علی علیه السلام در وعده صبحانه انجام شد یکی از برنامه های این مراسم آغاز فعالیت مربوط به نقاشی روی دیوار و راهندزی پلتفرم المحسن علیه السلام مخصوص کودکان است که در صحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز شده و تا پنج روز ادامه خواهد داشت. فعالیت‌های مربوط به پلتفرم علالوی نیز آغاز به کار کردند. افتتاحیه پلتفرم کومیک در زائرسرای امام رضا و افتتاحیه هیئت جعفر طیار مربوط به چهار خادم عتبه مقدسه علوی و آغاز به کار حمایش فرهنگی زنان در سالن مالک اشتر به علاوه برپایی مراسم ازدواج برای 100 جوان یتیم عراقی که در سحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار خواهد شد از دیگر برنامه های امروز سهشنبه 13 تیر ماه است مراسم بعد از ظهر امروز نیز با احتزاز به درآوردن پرچم قدیر در عطبات مقدسه و تعداد دیگری از شهرهای داخل و خارج عراق ادامه دارد. برپایی محفل قرآنی و برگزاری افتتاحی اقامتگاه زائران در نجف از دیگر برنامه های امروز است. در صبح سومین روز از اعیاد بزرگ قدیر در شهر نجف اشرف مجمع مطالعات و های علالوی افتتاح خواهد شد و نمایش تئاتر بانوان نیز در صحن حضرت زهرا سلام الله علیها به اجرا گذاشته می شود. نوبت دوم این اجرا بعد از ظهر فردا انجام شده و همزمان مراسم رونمایی از کتاب حیات الفادی نیز در سالن امار ابن یاسر برگزار خواهد شد. نشست ویژه قدیر در سحن حرم امام علی علیه السلام و برپایی کنفرانس بخش های رسانه عطبات مقدسه در جهان اسلام از دیگر برنامه های روز سوم این جشنها خواهد بود. با برپایی حمایش مرکزی زنان در سحن حضرت فاطمه زهرا و جشنواره عمومی القدیر در ساختمان العلوی مراسم روز چهارم این جشن های با شکوه و در روز پنج شنبه آغاز می شود. این مراسم با زیافت ناهار در اطراف صحن متحر ادامه پیدا خواهد کرد. مانور هوایی نیروهای ویژه و همچنین نمایش تئاتر بانوان و برپایی سفره قدیر در زیافت شام از دیگر برنامه های شب عید قدیر در حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. جشن ویژه کودکان که در مرکز المحسن برگزار می شود و همچنین جشنواره مردمی قدیر پایان بخش برنامه های روز چهارم خواهد بود. همزمان با روز عید قدیر برپایی مراسم قرائت زیارت امیر المومنین و توزیع کیک مربوط به روز عید قدیر و همچنین مراسم سخنرانی مربوط به این عید در صبح روز جمعه آغاز خواهد شد. در این مراسم همچنین هدایایی به زائران تقدیم خواهد شد و مرحله دوم مانور هوایی نیروهای ویژه نیز برپا می شود. این مراسم با برپایی زیافت نهار از طرف عتبه مقدسه علویه و قرائت خطبه قدیر و قرائت عهد و خوبت که از اعمال روز عید قدیر است ادامه پیدا خواهد کرد. مراسم بعد از ظهر نیز با برپایی جشن عمومی قدیر و زیافت شام و همچنین توضیح هدایا میان زائران دنبال خواهد شد. فاطمه سادات موسوی اخبار